وقت شما به خیر باشه خانم مؤذن. من مشق شما رو بررسی کردم، یه سری نکاتی در این ویدیو خدمتتون عرض میکنم، انشالله اینا رو مد نظر داشته باشید. نکته اول در مورد حرف ر یا حرف ز، ببینید این حرف دو نقطه قلمنه هست، ارتفاعش دو نقطه هست و یه حرکت اینجوری داره، یه حرکت اینجوری. این حرکت میاد متصل میشه به این و به این صورت این ر که بهش میگیم ر مرغی تشکیل میشه. رئای شما این حرکت پایین رونده کم این بیشتر میشه، یا به اصطلاح میتونیم بگیم این دوتا با هم یکی شده، یعنی آدم یه مسیر این شکلی نمیبینه، دوتاشو با هم ادغام کردید یه شکل یک نواختی درست کردید. سعی کنید که توی نوشتن ر حتما این حسی که مخاطب ببینه از یک بلندی میایم پایین و داریم به سمت افق میریم، ولی یه نیروی اینو میخواد بکشه به این سمت. اینو ما ببینیم که وقتی یه نقطه قلم نمیگذاریم، ببینید از اینجا تا اینجا ما در افق هم رفته باشیم جلو. این مهمه. واوهاتون خوب است و خابیده مینویسید، یعنی مثلا ایستایی نداره، اینجوری میشه. باید واوهاتون رو یه جوری بنویسید که سرپا باشه، ایستایی داشته باشه. اینا مهمه. در مورد کلمه بر، این نکته خدمتتون عرض بکنم که توی نوشتن بر هم یه سری دقت‌هایی داشته باشید. پس واو رو گفتیم خابیده ننویسید، ایستاده باشه، دقت داشته باشید. کلمه بر، ببینید اینجا با نصف قلمه این حرکت، اینجا هم که ر متصل میشه دوباره اینجا هم نصف قلمه. خب یعنی شما باید یه جوری بر بنویسید که تمام این قسمت ها، ببینید این یک نقطه، اینجا یک نقطه، اینجا یک نقطه، اینجا یک نقطه، اینا همش یه نقطه ای باشه. سه تا بر توی مشق شما وجود داره که تقریبا اون آخری بهتره، ولی خب باید اصلاح بشه، قسمت های مختلفش مشق نظری بکنید که بتونید خوب بنویسید. کلمه آنچه، اینو تورانی گرفتید، این حرکت با حرکت زیرین خوب تنظیم نشده و شکل کلمتون یه جورایی نامتعادل در اومده. ببینید این حرکت سه نقطه میره جلو، دو نقطه بر میگرده، یه هواخور و یک فضای سفید اینجا باقی میمانه، همین قرینه اینجا هم باقی میمانه. اگر قرینه اینجا رو ما تو این در نیاریم، این کلمه‌ای که می‌نویسیم تنظیم در نمیاد. اینا رو باید دقت مخصوصا این حرکت ابتدایی اینجا با این پهنا تمام نشه، میچرخه و میرسه به ضعف، میرسه به ضعف و این ضعف میره در حالت نصف قلم حرکت میکنه، تقریبا یه حرکت افقیه با قوس اینجوریه، و بعد دیگه منتقل میشه به تمام پهنای قلم. فاصله سطراتون رو 12 نقطه قلمنه بگیرید، فاصله دو سطرتون رو خفه گرفتید، بسته گرفتید، نباید فاصله اینقدر کم باشه. اینا کلمه میره توی دل هم دیگه و شما باید حتما فاصله 12 نقطه بگیرید. همیشه توی سطر نویسیاتون دو سطری و اینها به این نکته توجه داشته باشید که فاصله بین سطرها رو
12 نقطه قلمنه بگیرید که بتونید خوب بنویسید. ببینید حرف ب در حالت معمولی ما داریم اینجور می‌نویسیم. حالا اگه یه فی هم بهش متصل شد دیگه اینجا نباید بشکنه به لرزه، این همونه، فرقی نداره. توی کلمه برفت هم این دقت رو باید داشته باشید که این حرف ت قشنگ صاف و دقیق بنویسید. اما کلمه برفت ت کشیدش ببینید این ف وقتی متصل میشه به ت کشیده اینجا اینجا دقت بفرمایید، این حرکتی که داره میره جلو خیلی مهمه که با چه ضخامتی حرکت کنه و با چه حالتی تمام بشه. توجه به حالت حرکت قلم داشته باشید. ببینید من قلم رو به چه شکلی حرکت میدم و انتهای این کلمه چجوری میشه. سوی قلم یا روی این کلمه به کدام سمت؟ زخامت ها اینجا، اینا لاغر و نحیف و ضعیف نباشه، با هم تناسباتش مرتبط باشه، یه جوری باشه که اینجا نسبت به اینجا دیگه زیادی کم نیاره، لاغر و نحیف به نظر نرسه. توی کلمه هر هم همین نکته رو توی کلمه هر همین نکته باید رعایت بشه. اما کلمه جو، کلمه جو یه جیم داره به این شکل که اگه دقت کنید اینجا قوس داره، اینجا هم قوس داره، یه جورایی این جواب اینه. اما این حجمی که اینجا قوس داره اینجا نداره، یکم قوسه کمتر میشه، یه حرکت قوسی شکل میاد اینجا، یک گوشه یا دم پیدا میکنه، میره به سمت پایین و اینجا یک واوی که با تمام پهنای قلم نیست بهش متصل میشه. کلمه جویی که شما نوشتید نسبت به تمام کلماتی که می نویسید ضعیفتره، چون بقیه کلماتتون خیلی قشنگ و خوب هست. اینو دقت داشته باشید، جو رو تمرین کنید و ه، حرف ه هستش، ببینید اینجوری نشه. این شکل هسته خودش یه شکل مشخصیه، این هسته ه ببینید به این صورته، این هسته روش مشق نظری بکنید که شکلش خوب بشه. البته توی سطر بالایی بهتر نوشتید، تو سطر دومی، یعنی دو تا دیده داریم، یکی سطر بالایی یکی پایین. سطر بالایی خوب نوشتید، سطر پایینی ضعیفه. هه دو چشمم خیلی تمرین میخواد که بتونید یه دونه هه با نصف قلم بنویسید. چشمای هه اینا همش شکل و شمایل منطقی خودش داشته باشه و بعد بیفته توی بستر کشیده. این تمرین زیادی میطلبه و مشق نظری بیشتری. یکم باید روی این بیشتر مشق نظری بکنید و تمرین بکنید. آخرین کلمه هم کلمه نیز رو میگم که انشالله این کلمه تو ذهنتون بمانه و بقیه کلمات مشابه نیز به همین شکل بنویسید که اشکال دیگه نداشته باشه. ببینید این ضخامت رسید به این نکسوزنی، یعنی ما باید توجه داشته باشیم که یک دفعه نرسیم به این لاغری که دیگه تا آخر ادامه پیدا کنه. باید این چرخش تدریجی باشه که آخر کار سوزنی بشه. این مهمه. حالا ممکنه این نیز باشه، ممکنه این هر باشه. ببینید یه تغییر کوچولویی دادم شد هر. کلمه سر هم همینطوره، بقیه کلمات هم همینطوره. کلمه برفت چون اشکال خاص داشت مجددا می‌نویسم، دقت داشته باشید.
خب عزیزانی که این ویدیو رو در یوتیوب مشاهده می کنید، هم فهرست پخش کانال ما رو دنبال کنید و محتواهای متنوع و مختلف ببینید، و هم این که این ویدیو در واقع پشتیبانی بود از کلاس های خط نستعلیق، یک جلسه پشتیبانی هست، یک دوره آموزشی هست. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال ما رو در یوتیوب دنبال کنید و از قسمت فهرست پخش محتواها رو مشاهده کنید.